و به همون دلیلی که ولایت فقیه باطله و غصب مقام امامت هست، بله، این ادعای مرجعیت هم نوعی غصب مقام امامت دیگه، اینطور نیست؟ مرجعیت چی کار کرده؟ آخر شما کارش به من بگید، شاید باشه شاید نباشه. مرجعیت ادعا میکنه، مرجعیت ادعا میکنه که شما باید از ما اطاعت بکنید، تقلید بکنید، سخن ما سخن امامه. یعنی برادر عزیز من، اگر منظور این باشه که شما حرف حق اگر بگوید، بگوید این حرف امام علیه السلام، این اشکال نداره. یعنی اگر چه مرجع غیر مرجع، حالا روحانی هر کی باشد، حرف حق بگوید، مردم را بگوید گوش بکنید چون حرف امام علیه السلام، حرف اسلام، این احکام اسلام، این اشکال ندارد، این غصب حق نیست. و از طرف ائمه علیهم السلام هم به علماء صالح این وظیفه داده شده که مردم را ارشاد بکنند. یعنی مردم احکام دین را یاد ندارند، بلد نیستند، به اونها یاد بدهد. این غصب نیست، چون این ثابته این امر. اما بعضی از امور هست که اونها خیلی مشکوکه. مثلا این آقایون مراجع میگن که من به فلانی اذن دادم که خمس را بگیرد. آخر تو کجا اذن دادی بابا؟ آخر تو که خمس که به شماها محول نیست، که شما اینجا مثلا شما وکالت داشته باشید از امام زمان علیه السلام، که شما بعد بله با وکیل شما اگر بدهد اون مجزی هست، اگر با وکیل ندهد اینا امور مریبه، یعنی یک کمی اشکال دارد. اما اون چیزی که شما با آن اشاره کردید، نه اون غصب نیست برادر عزیز من. آخه چرا غصب نیست؟ مگام خب اون وقت ارشاد مردم اشکال نداره، ارشاد مردم ائمه علیهم السلام اجازه داده اون را. مقام اجتهاد، مقام فتوا، مقام امامت نیست. خب همین مقام را به علما داده. در روایت احادیث هست؟ خب همین، بله بله، در روایت احادیث زیاده که امام علیه السلام فرموده فلانی من دوست دارم شما در مسجد بنشینی و مردم فتوا بدی. یا اینکه و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم. یا احادیث خیلی زیاد که در اول کتاب احتجاج آورده مرحوم تبرسی دلوقتي. که مردم را ارشاد بکند، مردم را یاد بدهد. خب اگر عالم به مردم یاد ندهد، برادر عزیز من، مردم خب تمام دین از بین می رود. شما در حتی در زمان ائمه علیهم السلام این چنین بود که عوام شیعه از علما شیعه یاد می گرفتن. شما برو مثلا مسائل روزه را، نماز را، حج را، نکاح، طلاق را، این را اگر شما از عالم یاد نگیرید، علما هم بیان نکنند که این بله غصب حق امامته. دین که از بین می رود. درسته؟ درست. تکلیف خود